سلام بچه‌ها، من دنی پینک پنم و خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل دنی پینک پن فیفا. خب آقا، امروز همونجوری که می‌بینید تیم هفته 20 داریم، ولی داخل خود بازی نیستیم و قراره که از توی فاتمیل نگاه بکنیم. این تیم با اختلاف میشه گفتش که بدترین تیم هفته ویکه تو کل 20 هفته قبل، 19 هفته قبلی. حداقل یه چیز خیلی خفن و خوب داشتن، یکی دو تا چیز خوب و خفن، ولی این هفته میشه گفتش که بدتریناست، که علتشو بهتون میگم و تنها بازیکن خوبش هم سادیو مانه است. پس حتما پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو رو ببینید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و بریم ببینیم چه خبره. خب آقا، تیم هفته این شکلیه و میبینید که توی تیم اصلی ما بازیکنای زیر 80 داریم و دلیل این چیه؟ حالا دلیل این اینه که آقا الان فیفا دیه و بازیای باشگاهی انجام نمیشه و همه بازی‌ها بازی‌های ملیه و همه بازیکنایی که میبینید اینجا کارت گرفتن به خاطر عملکردشون توی تیمای ملیشونه بیشتری ها. حالا نمیگم همشون، ولی بیشتری ها اینجوریه، چون مثلا بازیکنای آفریقایی که واسه جام ملت‌های آفریقا و دیماریا خب توی مقدماتی جام جهانی آمریکای جنوبی گل زده واسه آرژانتین و کلا این شکلیه و میشه گفتش تنها بازیکن خوبی که تو کل تیم آف دی ویک 20 هستش سادیو مانه است، که میشه گفت یک کوچولو سطح این تیمو برده بالا، که نمیدونم واقعا سادیو مانه این فرم توی این سطح از بازی که این همه کارت اسپیشال خفن‌تر اومده آیا قابل بازی باشه یا نه. ولی خب به خاطر عملکرد مانه این کارتو بهش دادن و دیماریام حتی قابل بازی نیستش. ولی ما با این تیم فعلا کار نداریم، چون همه بازیکناش چرت و پرتن. نکته ای که از تیم هفته 20 ما رو جذب خودش کرده اینه، علیرضا جهانبخش این فرم اولش امسال گرفت، اولین اسپیشیالش، که امیدواریم تا آخر فصل بازم اسپیشیال بگیره و امیدواریم که توی تیم آفت سیزن، در واقع موقع که تیم آفت سیزن میادش مربوط به لیگ هلندش میادش، علیرضا رو داشته باشیم. حالا ابجکتیو باشه، اس پی سی باشه، تو تیم اصلی باشه، هر چی باشه، واقعا کارت جذابی میشه تو اون مقطع از بازی. ولی الان اولین اسپیشال علیرضا رو گرفتیم و خوراک اینه که لینک تارمیش کنیم و بازی کنیم دیگه، یعنی الان اصلا بهتر از این نمیشه. و اینو بگم که همین الان اینو بگم، فردا 100% گیم پلی جهانبخش واسهتون میذارم، خیالتون راحت باشه. ولی فعلا حالا راجع به کارتش صحبت میکنیم. کارتش من اینجا باز کردم و چون این هفته بچه داخل خود بازی نیستیم و توی فات مینیم، پک اوپنینگ نداریم تهش، حالا چون توتی هم هستش پک دوباره دارم سیو میکنم. علیرضا جهانبخش میشه گفتش که واقعا کارت خوبیه واسه ما ایرانی ها و قابل بازی هم فکر نکنم باشه، ولی بعدم نیستش، یعنی از این فرم اول مهدی طارمی خیلی بهتره. طارمی تا موقعی که کارت وایلد کارت نگرفته بودش کارتش آنچنان جذاب نبود، خدای یه جلتی بالانس اینا نداشتش. ولی علیرضا 4-4 و جلتی بالانسش یه چیز نرمال و اوکیه، قدرت بدنیش خوبه و میبینید که پیس خوبی هم داره تقریبا، و اگه با کمیسیل سالهای مختلف بتونیم پیسش و اینا رو یکم بوست بکنیم، به نظر من استی خوبی میتونه باشه کنار مهدی، یعنی بازی که شروع میشه همون LM شروع بکنه بعد استی بازی بکنه، به نظر من ترکیب جذابی میشه. و کمیسیل سالهایی هم که میتونیم توش بندازیم، میتونیم هانتر بندازیم که شوتش میشه 86 و پیسش میشه 94، یه استی 100% میشه، یا میتونیم انجین بندازیم که حالا پیسش میشه 89 ولی اجلیتی بالانسش خیلی خوب میشه. به نظر من انجین که میشه سال خوبی باشه واسش، و حتی هاپ کم میتونیم روش بندازیم که فیزیکالش رو خیلی میتونه ببره بالا. و کلا کارت بدی نیستش، میبینید که مثلا با هاک میشه به عنوان استی 82 بازی بهش داد و کلا به نظر من گیم پلی داشته باشه. حالا حتما من فردا صبح گیم پلیش واسهتون میذارم، مطمئن باشین اینو، دقیقا مثل همون مهدی میشه دیگه. شب اومد، من فردا صبح ساعت 11 نیم ویدیوشو آپلود کردم، جهانبخشم 100% فردا ویدیوشو آپلود میکنم. و قیمتی هم که خب فعلا نداره، مینیمم قیمت. و دلیل اینکه 14K و مثلا 10K 11K نیستش به خاطر اینه که اس پی سی هایی که الان اومده همشون این فرم میخوادش، مثلا یه دونه این فرم بالا میخواد. دلیل اینکه این فرما قیمتشون حداقل 13 به بالاه، فقط و فقط این اس پی سی هایی که این فرم لازم داره، وگرنه یعنی پیش کدوم اینا قابل بازی نیستن آنچنان. بقیه تیمم چیز خیلی خفنی نداره، نگاه کنید فقط 4 تا بازیکن سیلور داریم از هند و استرالیا، واقعا بازیکن خوبی نداریم متاسفانه. و حتی این بازیکن فرانسوی و اینا هم واقعا قابل بازی نیستن، و کلا این بخش هیچ بازیکن قابل بازی جز علیرضا جهانبخش نداره،
یعنی واقعا غیر از اینکه حالا ما ایرانیم و اینا اینم در نظر نگیریم، نسبت به همه کارتایی که اینجاست جهان بخش واقعا بهتره. حالا وارد تیم اصلی بشیم. ماتئو رایان دروازه‌بانه، بعد آلوارو ترخو دفاع راستی که اینجا گذاشتن وسط، و باریسیچ و تورس با پیس 67 دفاع وسط، و واقعا تیم افتضاحه، یکی از بدترین تیم افتادیکاس واقعا. نکنید 1 2 3 4 تا بازیکن زیر 80 داخل تیم اصلی هن، و اینجا هم که همه زیر 80، واقعا لحاظ ریتی به شدت پایینه. و اوتاویوی که مثلا ریتش بالایه هم واقعا کارت خوبی نیستش، فقط میشه گفت لینک سبز مدیتارمی و ایناست دیگه، یعنی از همون پورتو تا دلتون بخواد بازیکن خوب هستش که بخوایم اسم ببریم. و بعد از اون یارو فری هم با پیس 65 داداشمون هست که باشه، و 3-3 هم هستش، چیز خاصی نداره. این هم همینطور، حتی راندون هم چیز خاصی نداره. میمونه 3 نفر، دیماریا، بذار کارتش باز کنم. دیماریا کارتش بد نیست، یعنی یه آپگرید یه دونه ای دوتایی نسبت به گلدشه. میبینید مثلا اینجا پیس 83 شده 85، بد نیست، به هیچ عنوان خوب نیست، ولی بد نیستش علاوه بر ریت و اینا، مثلا پک کردنش هایپه. ولی این دیماریای کماکان بهترین دیماریای حاضره، و کلا دیماریا به نظر من به خاطر ویک فوتی که داره اذیت کننده است، قابل بازی نیستش. و خب این یکی از ریت بالای این هفته بود مثلا. بعد میرسیم به توکو اکامبی، که توکو اکامبی فعلا حالا توی پلتفرم پی سی نیست، قیمت نداره، به خاطر اینکه مینیمم ماکسیمم قیمتش پایینه 15 کا کلا، فکر کنم در حد 20 کا 30 کا باشه به خاطر ریتش، ولی فعلا توی این دوتا پلتفرم نیست، چون تو پلی استیشن فقط یه دونه ازش هستش. کارت خوبه فیوچر این هفته است که مثلا بوست دو برابری شده از 78 یوهو شده 84. فقط یه چیزی که منو داره اذیت میکنه اینه که آقا یه گفته بودش کارت فیوچر تیم اف ویک شرایطشون واسه فیوچر شدن اینه که آقا کارت باید کارت ریت کارت گلدش اون بازیکن باید زیر 80 باشه، و قبل از اینکه این فرمو بگیره هیچ اسپیشیال دیگه‌ای نداشته باشه. ولی همینجوری که می‌بینید توکو کامبی یه کارت تقریبا با همین استاتی که این کارت داره قبلا داشت به عنوان RTTK، که خود منم دیده بودم توی پلیر پیک بهم داده بود و داشتمش، و نمیدونم یا من دارم اشتباه می‌کنم یا واقعا اشتباه شده، چون ای گفته بودش کارتی که فیوچر میشه هیچ اسپیشیالی نباید داشته باشه. نمیدونم واقعا دلیلش چیه و چه جوریه، ولی در کل کارت همین کارت RTTK دیگه، بهتون نشون دادم RTTK حتی بهتره، ولی این پستش مهاجم نوکه و این وینگر چپه، و خب توکو اکامبی کلا مهاجم نوک بهتریه، ولی در کل به خاطر چیزایی که هستش مثل بالانسی که دقیقاً 80 و این داستانا آنچنان قابل بازی نیستش، و بازی تایپ خیلی قولی هم داره، کلا زیاد بازیکن سریعی نیستش توی بازی با اینکه پیس بالایی داره. و میرسیم به بهترین هفته، سادیو مانه، که خب میگم سطح تیم اف ویکو فقط این برده بالا، یعنی اگه سادیو مانه هم بهش این فرم نمیدادن تیم اف ویک این هفته اصلا شد بدترین تاریخ، یه چیز عجیب غریبی میشد. ولی خب سادیو مانه گرفته، کارت خوب قابل بازیه، و کارت 90 شو من بیشتر قبول دارم به خاطر اینکه سی ای ام بود و استی خیلی راحت میشد بازیش بدی، و سادیو مانه میدونید که استی خیلی خوبیه، ولی این کارت هم خوبه، لفت وینگره، و میبینید دیگه بالانس 90، اجریتی 95، استامینای بالا، قدرت بدنی خوب، پیس خوب، و واقعا سادیو مانه است، یعنی نیاز به توضیح اضافی نداره، به نظر من خیلی خوبه. و روش هم یه هاوک بندازین میشه استاتش این شکلی که پیس 98، شوت 93 و فیزیکال 85، و واقعا کارت خوبه. ریزش قیمت هم ممکنه یه کوچولو داشته باشه، چون جوایز مایلستونای سیزن قراره که فردا بیادش، احتمال زیاد یه ریزش زیادی داره. خب آقا تیم اصلی رو دیدیم، حالا سیلور استار این هفته هم داشته باشیم. گیبز وایت اسم بازیکن است از برنتفورد و پریمیر لیگ، که کارت مومنته، کارتش کارت جذابیه نسبت به خیلی از کارتهایی که داخل تیم اصلی تیم آفت ویک بودن، به نظر من این کارت بهتره، و ویک فوت 2 داره و اسکیل 4، پوستش هم که 3 گمه، و خوبه کارته، یعنی در حد همون تیمای سیلیور و اینا، یه هافک خوبه، هافک وسط خوبه اگر ویک فوتش اذیتتون نکنه. ولی از اونجایی که در کنار این کارت بعد اینکه آبجکتیواش تموم میکنید یه دونه از اون توکنها قراره بده، توکنهای فیوچر استار قراره بده،
یه جوری میشه گفتش رفتن این کارت زوریه، یعنی باید بگیریمش، حالا قابل بازی باشه نباشه، کاری باش داشته باشیم نداشته باشیم، باید بگیریمش. و خب میشه گفتش که بده، این بده واقعا، ولی خب این گیبز وایتر رو باید یه جورایی همه تو تیممون داشته باشیم اگر اون توکن ها رو نیاز داریم و میخواییم بعدن جایزه های فیوچرس ها رو بگیریم، که راجب اون ویدیو نذاشتم بچه ها، منتظرم توتی تموم بشه، توتی تموم بشه و تیم اول فیوچرس ها بیادش، یه ویدیو میذارم و توضیح کامل راجب پرومو بعدی، سیستمی که داره و کل توکناش و سیستم توکناش میگم، که حتما حتما پیشنهاد میکنم ویدیو رو ببینید که جواب همه سوالاتونو قرار بدم. و دیگه بیشتر از اینجا حرف دیگه نمیمونه. آقا تیم هفته رو دیدیم و واقعا دیدیم نکته جذابی جز مانه و جهان بخش نداشتش، و ویدیو تست و گیم پلی جهان بخش توی الیت دیویژن هم فردا واسهتون میذارم، حتما حتما پیشنهاد میکنم که اونو نگاه بکنید. دیگه بیشتر از اینجا حرف دیگه نمیمونه و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینک پن و تا ویدیو بعد فعلا.